عاشق؟ نه عاشق نشدم ولی دوست داشتنه بوده. خوردی. بیشتر دوست داری چه کاری با هم انجام بدیم؟ ترجیح میدیم من ماساژت بدم یا ماساژور؟ 3 2 1 سلو. حتی نداری نه. بچه ها حالتون چطوره؟ تنین قراره امروز یه سری سوالات خیلی شخصی از من بپرسه. خیلی شخصی که فقط من باید جوابشو بدونم. ولی من و شما نداریم که. دفعه خرس بجی من مسخره میکنی. بچه ها بفرمایید زغال اخته. ولی من و شما نداریم که. یه سری سوالاتی که تا حالا از همدیگه نپرسیدیم. البته سوالا رو من میدونم. ولی خب جوابا رو میدونی دیگه انشالله. سوالا رو که نه، سوالا رو من میدونم، تو نمیدونی دیگه. آها، سوالا رو که آره من نمیدونم، ولی منم میخوام جواب بدم دیگه. بعد جوابا رو هیچ کس نمیدونه الان جز من و قراره همه بفهمن. نه، البته اگر من قراره جواب بدم. آها، تو هم جواب میدی؟ بله، شما جوابای من نمیدونی. واقعا الان همه چیزو میدونیم جز جوابا. احسنت. تموم شد. بچا خیلی جالبه ها، اینجا هنوز گوجه سبز هست. چه تاریخی هستی مادر؟ ولی اونقدر خوشمزه. چرا خیلی؟ بابا تو اصلا راجع به مزه پزه صحبت نکن. تو اصلا مزه و بویای ریده کلا، اصلا یه چیز دیگه ای هستی. راست مگه دست خودمه؟ درشت ترد خیلی خوشمزه تر شده اصلا. قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم، یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید. یه چیز جالبه دیگه من بگم. گردوهاشون خیلی درشته اینجا. خب بریم برای سوالای شخصی. یه بار بعد یه عمر رفته میوه خریده، ببین آره. چقدر نکات جذاب پیدا کرده. خب ببین محمد، خواهش میکنم صادقانه بدون مسخره بازی جواب منو بده. باشه. تو اصلا دیدی تا حالا من مسخره بازی در بیارم؟ اصلا من شغلم حرفم یه جوریه که اصلا مسخره بازی باید در بیارم. راست میگی، حواسم نبود. اولین سوال، قبل از من عاشق کسی شدی؟ بله. وایس. بفرم. چند بار؟ خیلی. وایسا. بفرم. چند بار؟ چند سالت بود؟ اولین بار چند سالت بود؟ ببین نمیدونم عشق بوده یا نه. نمیدونم حقیقتاً. ولی حالا کسی بوده که دوستش داشتم دیگه. چند سالم بود؟ بذارید فکر کنم. اولین دوست دخترم فکر کنم اول دبیرستان اینا بودم یا دوم دبیرستان. نه، اولین دوست دخترت نه. داره میگه اولین بار که عاشق شدی. عاشق فدات شم، من یک بار شدم، اونم وقتی نگاهم به نگاهت افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاد. این وقتی بچه ها من تنگ رو دیدم اینجوری شد. چند بار عاشق شدی؟ خیلی. الان که گفتی فقط من. آها، عشق یه بار آره. ولی دوست داشتم خیلی، تقریبا تو اون دوران بلوغ همه رو دوست داشتم. آره. خب منم عجب. مهمه که جنس مخالف باشه وگرنه. منم باید جواب بدم. عاشق؟ نه، عاشق نشدم ولی دوست داشتنه بوده. گوه خوردی. چرا تو چیز میشی؟ واقعا این تبعیض بین زن و مرد خیلی زشته. ولی چند بار نبوده، فکر کنم یه بار بوده. چند سالم بوده؟ 11 سال. گم شد. 10 سال. فکر کنم قبل تو دیگه، فکر کنم تو همون 17 سالگی بود. 17 سالگی بود. سال بعدی، بزرگترین درسی که از رابطه عاشقانمون گرفتی چی بود؟ هیچی تقریبا. نه، این نیست، این نیست، اینجا رو نذار. بزرگترین درسی که از روابط عاشقانه قبلیت گرفتی چی بود؟ بزرگترین درس این بود که زیاد نباید گیر کنم توی رابطه. مغزم و ذهنم و همه چیزتون رو نباید بذارید شما به پای دوست دختر و دوست پسرتون. تا وقتی که زن و شوهر نشدید اصلا لزومی نداره همه چیزتون رو بذارید پای دوستو، ولی زیاد گیر کنید تو رابطه. همه چیز منظورم ذهنیه ها، مالی نیست صرفا، ذهنی هم هست صرفا. صرفا مالی نیست. من کلا درسی نگرفتم، انقدر که برام شوخی بوده جدی نبوده درس خاصی نگرفتم. اولین بار که همه درس ها رو هم من باید بگیری فدادشم. چون منم که کوه چی میگن؟ دانش و اطلاعات و تجربه. اگه تو ویدیویی از خودش تعریف نکنه اون روز عید منه. اینجوری هم دیگه چیکار کنم بچه ها؟ من خاک پای مردم ایرانم ها، ولی باید دوستم اصلا. اولین بار که دلت شکست رو توصیف کن. دلم شکست گرفتم. گرفت. سوال متوجه نشدم حقیقتا. اولین باری که دلت شکست.
دلم شکست. تو روابط عاشقانه باز یا نه همینجوری کلی؟ میتونه همینجوری باشه. دلم شکست. من میخوام بگم من اولین باری که دلم شکست مامانم از مکه برگشت. آره ماشین کنترلی برام آورد. بعد گفتم کاش پلی‌استیشن می آوردی برام. فکر نمی‌کردم اصلا بیاره. بخاطر همین اصلا نگفتم بهش. گفت خب میگفتی به می آوردم. گفتم خوک تو سرم. اونجا اینقدر دلم شکست. گفتم خب حالا اینجا بخرید برام. گفت نه دیگه اونجا من میگفتی همونجا می آوردیم برات. خیلی دلم شکست. مثل اینکه اونجا ارزان‌تر بوده مکه. باش. چیه؟ چیه؟ دارن دعوا می‌کنن. کوکی. ای لشکم پدستر بودو بیم کوکی. اولین باری که من دلم شکست ای همسفا وقتی بود که فهمیدم آدم ها میتونن یهو رنگ عوض کنن. 360 درجه. 360 درجه 360 درجه برمیگرن سر جای اولش. آره. 180 درجه باید عوض شن. چون شما اینجا باشی 360 درجه به چرخی دوباره میای همینجا. ای بس عوض نشدن. 180 به چرخی میای اینجا عوض میشی. امن سوال از جفتمون عزیزم. تو هنوز اینو نفهمیدی؟ 4 تا سوال رد کردی. اصلا جوابای تو دقت نکردم. من حس میکنم فقط خودم دارم جواب میدم. تعریف تو از رابطه رومانتیک چیه؟ رابطه رومانتیک نمیدونم ولی تعریفم از رابطه نمیخواد بگی. رابطه رومانتیک چه گفتیه؟ رومانتیک اول باید بگی یعنی چی رومانتیک؟ رومانتیک یعنی با احساس قربونت برم. نمیدونم تعریفی ندارم. مرسی. تعریفی نداری؟ نه. تعریف من این شکلیه که همدیگر رو خیلی قشنگ صدا میکنن پسر و دختر توی یه رابطه. نه نه این نمیتونه باشه. برای هم احترام زیادی قائلن. بعد فهم کنم این چیزا خیلی مهمه. ناسسه بازین گل گل برای گل بابا خدا بازی گلی دارم نه چی بار ایشین بار ایشین بار کار دارم. اولین بار که منو دیدی چه چیزی تو من جذب شد؟ یعنی یه بار دیگه چی؟ بازه اولین بار که منو دیدی چه چیزی در من تو رو مجذوب کرد؟ فکر میکنم چشمات خیلی منو مجذوب کرد و خجالتی بودنت. واقعا آخه خیلی سگندی بگیم. آره ترسیدم سریعا خواستم گم بزنم توش گفتم ولش کن. از تو چشاش میبهمم چی میخواد بگه. اولین برعکس الان اولین چیزی که از تو کوکی از این چه صداییه؟ ولشون کنید دعوا میکنن ابلهان باور میکنن خواهر برادرن دیگه. چی بود؟ من باید جواب بدم. بله اولین چیزی که تو من بود جذبت کرد شوخ طبعیت و اعتماد به نفس بالایی که داشتی خیلی من رو جذب کرد. آها بچه یه نگاه هایی میکرد از اعتماد به نفس بالا. مثلا جلوی بابام خجالت نمیکشید منو خیلی بد نگاه میکرد. یعنی خیلی واضح به من نگاه میکرد اینجوری. این نگاه رو میگه؟ نه بابا نه اینا نبود. نه. یادم رفته مال خیلی قبل بودم. این شکلی نگاه ندارم. این شکلی نگاه میکردی واقعا؟ چقدر اصلا قرب و صدقم میرفتی تو چشات. چی پر روی بودم. خیلی شرم‌آورترین خوابی که درباره من دیدی چی بوده؟ من خوابا رو فرداش یادم میره. هیچی یادت نیست؟ نه. شرم آور. شرم آور نه ولی من یه چیزی یادم. مثلا من خواب دیدم که دارم به تو خیانت میکنم و میرم هی اون مرده رو میبینم برمیگردم میام پیش تو و هی پیش خودم میام چرا این کار رو کردم؟ من که مشکلی نداشتم. چرا دارم خیانت میکنم؟ ولی از یه طرفی به اون مردم علاقه پیدا کرده بودم. ای کسافت لجن. خیلی شرم آور بود حالا که فکر میکنم. تو یادت نمیاد؟ منم بهت خیانت میکنم اکثرا تو خواب. حالا که اینجوری شد تعریف کن که خواب دیدی داریم از هم جدا میشیم چقدر قصه خوردی؟ آره یه بار من خواب دیدم دارم از تنین جدا میشم اینه سگ داشتم گریه میکردم. نمیدونم چرا انقدر غم انگیز بود اون لحظه. خیلی غم انگیز واقعا. طلاق لحظه غم انگیزیه واقعا تنی. واقعا
بیشتر دوست داری چه کاری با هم انجام بدیم؟ چرا میخندی؟ نه مثلا دوست داری که غذا درست کنیم، فیلم ببینیم، بریم بیرون، کافه. فیلم دیدن رو خیلی دوست دارم با هم انجام بدیم. چرا؟ یکی دو ساعت حرف نمیزنیم. عوضی وای اگه میتونی آروم بشینه الان اون لحظه هاست که بیش فعال شده اصلا نمیشه کنترلش کرد. من چه دسته دوست دارم وقتایی که با هم دوتایی میریم کافه، یه تایمیو با هم سکوت میکنیم، میریم تو گوشیمون قهوه‌مون رو میخوریم. آگه جوری که منم دوست دارم اگه سکوت میکنی. نبودی تا حالا؟ خب الان بچه ها فهم میکنم من دارم دروغ میگم اینجوری. نه میگم اونشو دوست دارم. آره اگه قول بدی سکوت کنی. ولی بعدش یه دیگه شروع میکنیم به حرف زدن و درد و دل کردن و بعد خیلی جدی راجع به یه موضوعی حرف میزنم که من خیلی اونا رو دوست دارم. بستگی آرومت برم موهات به هم به خاطر تو میکنم این کارا وگرنه من کلا حرف جدی نمیزنم تو زندگی. کدوم آهنگ داستان عشق منو توصیف میکنه؟ عشق منو تو رو توصیف میکنه؟ برو برو که مثل تو زیاد تو دنیا باسم، برو برو ولی بدون جدی باش. داستان رابطمونو توصیف میکنه؟ عشقمونو. من آلبوم بزرگ زدبازیو که گوش میدم خیلی یاد اون دوران میافتم. چون من بهت معرفی کردم. نه چرا ایزان؟ تو معرفی کردی؟ بله. میگه یکی دیگه داره جام و میگیره شبی منه ولی من نیستم در تو سایه از اونجا دنبال من میاد پسر کوچیک دوی رویای بزرگ با اون ماشین کوچیک با اون قطار بزرگ هواپیمای شخصی نداشته. اصلا اون نیستم چرا برمیگم. بگو تو چه آهنگی یاد من میندازتت؟ پناه سیامک عباسی. میشه یه تیکش رو سرچ کنم بخونم؟ نه اگه حفظی بان چطور نه حفظم یه رأس سب کن. من بی پناهم توی این جاده ها. یه بار نمیتونی ساکت بشینی نیم ساعت؟ تو بی پناهی اقرار میکنم. چطور میتونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم، منی که حتی از خودم به تو پناه میبرم. به نظرت اگه زن و شوهر گاهی از هم دورشن برای رابطهشون بهتره؟ خیلی هست از گاهی از هم دورشن. چی جواب منو دادی؟ گاهی از هم دورشن برای رابطهشون بهتره. بله بهتره. برای چیشون بهتره؟ برای رابطهشون. چرا میگی برای راحتیشون؟ رابطهشون گفتم ازم شما راحتیشون. بله بهتره گاهی از هم دورشن. چرا به نظرت؟ قدر همو میدونن دیگه. ببین شما قدر چیزیو موقعی که نیست میدونی، موقعی که هست نمیدونی. آره منم موافقم. مثلا این دو سه روزی که محمد نبود واقعا بچه من تو خونه راه میرفتم یک ساعت اول آرماینام پیشم نبودن هی قربون سرش گفتم الهی قربونت برم فدات شد. به محض اینکه پامو گذاشتم اینجا شروع کرد. نه دیگه خب نه شروع نکردم چرت و پرت. ولی آره خیلی خوبه برای اینکه دلتون برای همدیگه تنگ میشه. بله. خیلی خوب میشه. بله. اون خواننده فقید میگه که میگفت که زیاد باشم نمیم چی میشه خانوم بود خواننده. رفتن من شاید یه امتحانه واسه شناخت تو این زمونه قصه نخور زندگی رنگ و رنگ یه وقتایی دور شدنم قشنگ. تحلیل حالا نده میخوای. از چه چیزی توی رابطه‌مون متنفری؟ بگو. من دعوامون خودش خیلی بدم میاد. یعنی لحظه‌ای که دعوا میکنیم اصلا بد جوری من سردرد میگیرم. سردرد نیست وقتی آها یه چیزی تو سرم زوق زوق میکنه وقتی دعوامون میشه. نمیدونم چیه اون نبض احساس میکنم تو سرم. ببینیم موضوع چیه. بچه‌ها تو کامنت بذارید ببینیم سرطان داریم یا نه که تعجبش کردم. میدونی موضوع چیه؟ موضوع اینه که دعواهای ما سر خیلی چیزای مسخره ایه. آره. یعنی یه نفر سومی بین اون باشه میگه واقعا دارین سر چای دم کردن دعوا میکنید؟ آره واقعا. موضوع من آقای قاضی اینه که صبح شما پا میشی
چرا در چای دم نمی کنی؟ آقای قاضی از کی تا حالا مرد چای دم می کنه؟ این چه حرفی آقای قاضی؟ یعنی چی؟ هر کی وظایفی داره تو خونه آقای قاضی؟ آقای قاضی ایشون وای میسته من بیدار شم بعد چای دم کنم. خب تو که زودتر بیدار شدی چاییو دم کن. میخوام تا تو زودتر بیدار شی. میبینی سر چه چیز مسخره ایه؟ همینه دقیقاً دعوامون. واقعا همینه. یا مثلا من میگم که میشه مثلا خاک بچه‌ها رو تمیز کنی؟ میشه خاکی بچه ها رو تمیز بابا خاکی بچه ها رو تمیز کن چرا خاکی بچه ها رو تمیز کن شروع میشه سر همین چرت و پرت. رابطه ما چقدر به رابطه ای که مد نظرت بود شباهت داره؟ از یک تا ده میدونی؟ من چیزی مد نظرم نبود. راستش منم همینطور چیزی مد نظرم نبود. من هندونه تر بسته بود قاچ کردیم. یعنی مثلا هر وقت مثلا کسی رو میدیدی، مثلا زن و شوهرای دیگر رو، مثلا زن داداشت و داداشت رو میدیدی، میشه خودت نمیگفتی که مثلا این رابطهشون خیلی قشنگه، منم سعی میکنم اینجوری باشم؟ نه، چیزی مد نظرم نبود حقیقت. منم همینطور چیزی مد نظرم نبود. ترجیح میدی من ماساژت بدم یا ماساژور؟ ما اگه خانوم باشی آقا ماساژور. عزیزم یعنی چی عزیزم؟ سوالات زشتی میپرسی. چیکار داری؟ هندونه سر بسته است. جوابتو بگو. ترجیح میدم ماساژر حرفه‌ای ماساژم بده. بیشور و خانم این همه صحبه میگی پاهامو ماساژ بده. علکی اونا و حرفه‌ای بلد باشی. من این سوال از قص پرسیدم چون فهم کردم تو جواب دینه که من ماساژت بدم. اگه حرفه‌ای یاد بگیری قطعا ترجیحم اینه که تو بدی. حرفه‌ای من کار سطحی و مبتدی نمیپذیرم. الان یعنی تو شرایطی نیستم که بخوام. من جواب برای تو الان تو اردوی آمادگی ام ماساژر حرفه‌ای باید باشه. سوالای من تموم شد. تموم شد؟ یه لحظه نتونست جدی باشه. من نمیدونم مثلا تا حالا مسخره بازی تو من دیدی که این یه لحظه همش جدیه. بچه ها میگن پشت هر شوخی یه جدی هست. ولی کلن توی این سوالا سوال اولیه رو دوست نداشتم که قبلا آخر کنی. به من چه؟ خودت پرسیدی میخواستی نپرسی. نه دوست نداشتی. یه جوری بود آخه گذشته و گذشته و گذشته نه گذشته بر نگاشته هرگز به گست خوردن گذشته بر نگاشته مراقبه گلدونه اطلاسی باش به فکر آینده باش دل شاد و سر زنده باش به انتظار الغم خورشید پاینده باش. چرا رفتی؟